بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که میدونید توی کارخونه ها بخش های مختلفی وجود داره. بین این بخش های مختلف حمل و نقل وجود داره. این حمل و نقل بین این بخش ها برای ما هزینه ایجاد میکنه. نرم افزارهای چیدمان میان فاصله بخش هایی که با هم ارتباط زیاد دارن رو به حداقل میرسونن تا هزینه های ما به حداقل برسه. الگوریتم کرپ اولین الگوریتمی بوده که برای طراحی کارخونه استفاده شده. حالا ابتدای آشنایی با الگوریتم داشته باشیم، بعد وارد نرم افزار میشیم. الگوریتم کرپ از نوع بهبود دهنده هاست. دو نوع الگوریتم داریم: الگوریتم های بهبود دهنده، الگوریتم های ایجاد کننده. الگوریتم های بهبود دهنده الگوریتم هایی هستن که ما طرح اولیه رو بهشون میدیم و اونا اون طرح رو برای ما بهبود میدن. اما الگوریتم های ایجاد کننده الگوریتم هایی هستن که خودشون طرح اولیه رو ایجاد میکنن. روش کرف بر اساس روش جدول بندی سفر هست. روش جدول بندی سفر یه روش چیدمان دستی بود توی درس تعریض واحدهای صنعتی. هزینه کل حمل و نقل رو که توی الگوریتم کرف می‌خوایم به دست بیاریم از ضرب دایره‌های جدول عرضه مسافت در دایره‌های جدول عرضه جریان مواد در دایره‌های جدول عرضه هزینه حمل واحد بار در واحد زمان به دست میاد. توی مثالی که جلوتر داریم اینا رو بیشتر توضیح میدیم. توی این الگوریتم جدول از بین مسافت که فاصله بین مرکز بخش‌ها محاسبه میشه توی اون جدول قرار میگیره، این فاصله بین مرکز بخش‌ها به روش پله‌ای حساب میشه. و همچنین توی الگوریتم کرفت هزینه حمل و نقل با مسافت حمل و نقل رابطه خطی داره، یعنی هزینه حمل و نقل ما یه تابع خطی از مسافت حمل و نقل هست. ورودی‌هایی که داریم برای کرفت، یکی اون طرح اولیه‌مون هست، یکی نمودار عرضه جریان مواد و نمودار عرضه مسافت هست، ماتریس هزینه حمل و نقل بین دپارتمان ها و دپارتمان هایی که محلشون ثابت. اینا به عنوان ورودی ها در نظر گرفته میشن. جابجایی هایی که ما میتونیم انجام بدیم توی این الگوریتم، یکی جابجایی های دو بخش، یکی جابجایی سه بخش، یکی جابجایی دو بخش سپس جابجایی سه بخش، یا اول جابجایی سه بخش بعد جابجایی دو بخش هست. خب حالا توی این مثال ما بیشتر با الگوریتم آشنا میشیم. فکر کنید این شکل استقرار اولیه ما هست. دپارتمان A, B, C و D رو داریم که مختصاتشون و مساحتشون هم مشخص شده. ما یه جدول عرضه جریان میخوایم. توی جدول عرضه جریان میاد جریانی که بین این دپارتمان ها وجود داره رو مینویسه. جریان منظور چی از جریان؟ منظور اون موادی هست که بین دپارتمان ها جابجا میشه. مثلا بین دپارتمان A تا B ما دو واحد جابجایی داریم. بین دپارتمان A تا C 4 واحد. و همینطور برعکسش باز فرق میکنه. مثلا بین دپارتمان B تا A 1 واحد جابجایی داریم. یعنی بین از دپارتمان A تا B 2 واحد جابجا میشه، اما از دپارتمان B به دپارتمان A میره 1 واحد جابجا میشه. و به همین شکل بقیه دایره‌هاش پر میشه. جدول هزینه حمل و نقل در واحد بار در واحد مسافت، یعنی ما هر واحد بارمون در یک واحد مسافت چقدر برای ما هزینه داره. کرفت اینو یک در نظر میگیره، برای همین این جدول از به تمام دایره هاش عدد یک قرار میگیره. برای قدم اولی که ما داریم باید جدول از به مسافت رو به دست بیاریم. توی جدول از به مسافت گفتیم فاصله مرکز بخش ها قرار داده میشه که فاصله بین مرکز بخش ها به صورت پله ای حساب میشه. طبق این فرمولی که داریم مسافت بین بخش ها رو حساب میکنیم. مثلا فاصله بین بخش A تا B به صورت X A منهای X B به علاوه Y A منهای Y B محاسبه میشه و قرار میگیره توی جدول عرضه مسافت. ببینید توی شکل قبلی که شکلی که از طرح اولیه‌مون داشتیم، مختصات A هست 25 و C، مختصات B هست 65 و C. برای حساب کردن فاصله این دوتا بخش X‌شون رو از هم کم می‌کنیم، 25 منهای 65، Y‌ها رو هم از هم کم می‌کنیم و حاصل رو با هم جمع می‌کنیم که همین عدد